بسم الله الرحمن الرحيم. حفظ زبان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسباب انجام عمل چند چیز است؟ آنچه را که ما انجام میدیم برابر است که نیک باشد و یا بد، توسطی اسباب زیل انجام داده میشه. دست، پای، بخواهیم نماز بخوانیم، به طرف مسجد حرکت میکنیم، در ادای نماز دست و پای کاری بزرگی را انجام داده، فعالیت در گرفتن وضوء و همچنین چشم دیدن، گوش شنیدن، بینی و یا استشمام بویدن و زبان گفتن و امثال آن. امروز موضوع بحث ما فقط یک عضو فعال و یا پیرامونی یکی از این کارخانه های بسیار مهم است که او زبان است. دوستان نهایت عزیز، چه قسمی که در روشنی آیات قرآن پاک و احادیث نبوی علیه الصلاة والسلام می خوانیم و می بینیم، بالای زبان زیاد تاکید شد. بس اوقات انسان متوجه نمی شود که مشکلی که باعثی از بین رفتن کشوری شد و یا ملتی شد و یا تبایی جهانی شد، آغازی از این از کجا بود. اینجاست که در قرآن پاک پیرامونی تحقیق و بررسی کاملی خبری که در دسترس انسان قرار می گیرد ذات تاکید شده. کسی آمد به شما گفت فلانی تصمیم دارد که تو را از بین ببرد، کمین گرفت است و یا در کمین می باشد. گفتی ما فلانی را از بین می برد، تو چی اکسل عمل می شود؟ کسی آمد به تو گفت دور از قداست مجلس که خانم تو بیراست، این خانم باید تو دور بکن از عصمت زوجیت و از نکاح خود، چه تصمیم باید بگیری؟ کسی آمد به تو گفت بچه تو رهزن و انسان درستی نیست و با گروهی از رهزنان استاد شده و راه مردم قطع میکنه یا سرقت میکنه یا دست به ارتکاب دیگر جرائم میزنه، تو باید چه تصمیم بگیری؟ و هر حال اینجا است که این کارخانه تولید در کنترل کامل انسان قرار داده شده است. از هر طرفی وقتی که اطلاع در دست تو قرار میگیره، او اطلاع باید تحقیق شد، اطلاع توسط زبان تحقیق شد. به همین لحاظ
در قانون جزای اسلام وقتی که یک انسان متهم به قاتل بودن می شود که فلانی قاتل است، مدعی آمد ادعا کرد فلانی قاتل است، کلمه قاتل مدعی به کار برد، چی تو قاتل است؟ برادری من از بین برده است، فورا قاضی حکم اعدام شد یا حکم قصاص شد؟ نه خیر، همان طوری که در ارگانهای قضایی، در قانون جزای اسلام، در قانون حقوق اسلام، پیرامون تمام مجازات دقت شده، همچنین دوست عزیز، همین دقت باید انسان در روابط اجتماعی خود، در روابط فامیلی خود، در روابط تجارتی خود باید در نظر بگیرد. حکام باید در روابط بین دولی خود در نظر بگیرد. امروز همزمان با پیشرفت تکنولوژی و این تکنولوژی متاسفانه مراقبت نمی شود. چه قسم مراقبت؟ بله مراقبت می شود به مصلحت سردمداران زمین، در جایی که مصلحتشان در خطر باشد این تکنولوژی پیشرفت است. در چارچوب مشخص در حرکت باید باشد که مصالح و منافع سردمداران و اشغالگران عصر در خطر نیست، اما در غیر آن هیچ حدودی برای وجود ندارد. برابر است که رسانه‌ها باشد، مطبوعات باشد و شبکه جهانی انترنت باشد، به هر حال زیر عنوان آزادی بگو هر چی که می‌گی، اما بگو هر چی که میگویی در قانون الهی که خالق این زبان است وجود ندارد. نه، چرا؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این آیت هر مسلمان وقتی که بداند بخواند به این ایمان داشته باشد، قسم به خدا زبانش در کنترلش می آید. امکان داره که تو بگید چی گفتیم؟ یک کلمه بود و رفت بیره پشت کارش باش بیاده چی؟ نه، با حرفی از او تو معاخیده میشی. دستگاه هست که در اونجا از کنترل ما و تو بالاست، هیچ قوت جهانی او را پرازیت کردن نمیتونه، زیر تاثیر هیچ نوع پرازیت جهانی قرار گرفتن نمیتونه. دستگاه الهی دو فرشته است با تو، یکی در شانه راست و یکی در شانه چپ. هر آنچه که از زبان تو بیرون میشه ثبت میشه. شاید چند سال قبل، یک صد سال، 50 سال قبل بسیار قابل درک با مردم نبودی، چی تو ثبت میشه، الفاظ میگی ثبت میشه در آینده. امروز تکنولوژی علمی و انکشافات علمی با ما این گپ عادی قرار داده است. وقتی که سخن و یا حرف ایام هتلر ثبت شده است، جنگ جهانی دوم امروز ما شما مشاهده میکنیم. خالق کائنات نمیتوند که الفاظ ما خود ثبت کنه و این ثبت بسیار خطرناک است. این ثبت نیست که انسان بتواند دست بزند. امروز در تکنولوژی دست زده میشد. ما شما بس اوقات میبینیم که از طریق درامه ها یا از طریق یک نوع پنزه های سیاسی بعضی رهبران جهان به شکلی از اشکال مورد مسخره بازی قرار میگیرد. میبینیم که تن از کسی است و سر از کسی دیگر، طبله میزند و میرقصد، هر نوع دخل و مداخله وجود دارد. اما در دستگاه ثبت الهی هیچ نوع مداخله امکان پذیر نیست. هر آنچه که گفته او امکان پذیر نیست. پیش روی مانده میشه در روز قیامت، پرده تلویزیون پیش روی مانده میشه. این کار کرده؟ نه خیر، سویچ تلویزیون رو بزن. ایکیست؟ بله صاحب مرد. زبان وقتی که میخواه بگه نه، زبان میگه چپ. توسطی چی انجام دادی؟ زبان بند از دست، خود دست، خود دست فریاد میزن یا رب من این کار را انجام دادم. پای میگه به طرف قتل و به طرف جریمه، جرم و جنایت، ما استعمال شدم. الیوم نختم علی افواههم، بی تعبیر قرآنی ده
امروز مهر نهاده می شود یا مهر می نهیم بر دانهایشان. و تشهد و ارجلو الیوم نختم علی افواهیم و تکلمنا ایدیهیم، دستهایشان به ما حرف می زند. الله می گه خالق تو است، تمام اجزا و پرزه تو را خالق کیست؟ الله. آیا او این توان و این قدرت را ندارد که پرزه هایی که مخلوق خودش است در حرف بیارد؟ او قادر است که حرف به زبان زده میشد به شکل عادی، ولی قادر است که به دست وقتی فرمانی از او صادر میشد دستت حرف میزند، پایت حرف میزند. الیوم نختم علی افواههم، امروز مهر مینهیم بر جهانهایشان. و تکلمنا ایدی، و حرف میزند با ما، اطلاع میدهد، راپور تهیه کرده است دستهایش. و تشهد ارجلهم، گواهی میدهد پایهاشان، بما کانوا یکسبون، با آنچه که کسب کردند، با آنچه که انجام دادند. دوست عزیز، اینجا هست که پیغمبری بزرگوار علیه السلام در حدیثی خیلی طویلی که حضرت معاذ بن جبل روایت میکنند، میگه و پیغمبر علیه السلام در یک مرکب سوار بودیم. از ما پرسید، چند سوالی از ما پرسید. سوالی را که میپرسیم میگفتم الله و رسوله اعلم، خدا و رسولی و بهتر میدانند. گفت یا معاذ، گفتم لبیک یا رسول الله، ما فرمان قربان در خدمت است. گفت اتدری ما حق الله على عبادی، آیا میدانی که حقوق الله بر بندگان چیست؟ گفتم الله و رسوله اعلم، الله و رسولش خوبتر میدانند. گفت حق الله بر بندگانش این است که بندگانش وقتی که با یگانگی او را بپرستند و فرامین از او را بجا بکنند وارد جنت داخل. ببخش، بندگان الله با یگانگی الله را بپرستند، این حق الله است که بندگان الله ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، با یگانگی او را بپرستند و با او هیچ چیز را شریک نکنند. گفت دوباره سوال تکرار می شود، دیگر سوال، یا معاذ، گفتم لبیک یا رسول الله. گفت اتدری ما حق العباد علی الله، حق بندگان پروردگار به الله چیست؟ علما میگن حق تفضلی است، احسان و کرم، وگرنه ما چه حق داریم؟ تمام عمر ما مرهون احسانش هستیم که ما را از کتم عدم به وجود آورد. حق چی؟ چی میخواید؟ مالکت هست، خالقت هست، رازقت هست، مصورت هست که زیباترین مخلوق را آفریده است، و تمام عبادت و بندگیت در عوض یک دیدی چشم اگر ما حاصل کنیم چیزی باقی نمیمان. ولی لطف و کرمش است، می فرماید حق بندگان بر الله احسان و کرم، از در چوکات احسان و کرم الله تعالی چیست؟ گفتم الله و رسوله اعلم، الله تعالی و رسول خداوند خوبتر می داند، من نمی داند. فرمود حق بندگان و الله این است که در صورتی که او را به یگانگی می پرستند و احکام و فرامین از او را بجا می کند، اونها را در جنت داخل کند. در آخر حدیث از اهمیت زبان حرف زدن، گفتم یا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، چطور انسان در برابر آنچه که گفتگو می کند مؤاخذه می شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تکلتک امک یا معاذ. عرب ها در محاوره و گفتگوشان این جمله را استعمال می کند در وقتی که یک انسان مثلا در جواب ناکام می شود یا سستی و تنبلی نشان می داد. یک تکیه کلام که مادرت به تو گریان کند ای معاذ، خبرداری که مخلوق را، انسانها را در دوزخ سر به طالاق دستاورد زبانشان می اندازد.
نتیجه گفتگوشان در دنیا می اندازد، در جایی که زبان برای نادرست استعمال شد. بنا اندسته های نهایت عزیز، اینجاست که بر می گردیم و موضوع زبان بزرگترین کارخانه است. هر کارخانه تولید دارد، دو نوع و دو قسم تولید دارد. کارخانه های که بمی اتم تولید می کنند و بمی اتم نه تنها انسان ها بلکه زمین را از بین می برد، نباتات را از بین می برد، حیوانات را از بین، حتی جمادات را از بین می برد، آب و فضا را ملوث می سازد. همچنین تولید زبان بر یک جمله، بر یک کلمه بزرگترین فتنه برپا می شود. یک مثال در آیه مبارکه که در سوره آل عمران می خوانیم، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قبل از این آیات، یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. و قبل از آن، یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول. در شان نزول آیه مبارکه آمده است که روزی از روزها منافقین که بدترین انواع کفر در طول تاریخ تشکیل می دادند و تشکیل می دهند، وقتی که محبت ما بین دو گروه متخاصم که سالهای متمادی در جنگ و خصومت و دشمنی بودند، یعنی اوس و خزرج، دو گروه بسیار قوی و دو قبیله بسیار مشهوری در مدینه منوره، بینشان سالها قبل از اسلام جنگ و خصومت و عداوت و بدبختی بود، به صدها انسان کشته می شد. وقتی اسلام آمد، هر دو گروه در روشنی اسلام با یک دیگر محبت ورزیدند، برادر شدند، دوستی، فداکاری، ایثار، جان نثاری. این قابل تحمل برای منافقین نبود، چه قسمی که امروز ما و شما مشاهده می کنیم که در جوامع اسلامی ما دو کشور اسلامی را پیدا کرده نمی تانیم که ما بین چند روابطی درست باشد، و در ما بین امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با میلیون ها و میلیارد ها دشمنان اسلام مصرف نکنند تا اینکه وحدت و یک پارچگی و اخوت شان از هم بپاشد. و این چیزی هست که مشاهده می کنیم. به هر حال منافقین پلان ساختند و رفتن در مجلس اوس، و بعد از عبور کردن به مجلس قبیله از خزرج، اشعاری را ساختن که دلالت میکرد بر جنگ های خانمان سوج قبل از اسلام. اشعار باعث یعنی شد که تأثیر منفی گذاشت بشر بودن در هر دو قبیله ای که فعلا به برکت اسلام یک پیکر تشکیل میده. بالاخره از هر دو طرف گروه ها دست به سلاح شدن، دست به سلاح شدن، چون ایام دشمنی شنه پیش روشن آورده. چطور ششتهی به یا گفت میزنی؟ خبرداری که چقدر از نفرهای شما را یا کشته به او قبیله رفتن تو به یا یه سر دوستی سنگه پیدا که او سمره کسان استاسو نه پا آقا جنگونه که وجل شد او بیا دی خلق و سر استاسو دوستی و محبه بی خیلت خلق نه دا باعث شو چی در دوار خواهونه خلق مسلح شد او جنگ تا تیار شد. او دا خبر رسول پاک صلی الله علیه و سلم تا ورسید له. او پیغمبر علیه صلی و سلم چی کل دا خبر وارد له فورا راغلن او داخل خلق را طول کرد. او ایشی دی خدای نه او یریگی، دی خدای نه او یریگی. اسلام پا برکت الله تعالی اساس و پزرونو که محبت پیدا کرد، حق دشمنی ختم شد، بدبختی ختم شد. او زو اساس و پمینز که جونده و موتا سداسی کوئی در رسول پاک علیه السلام دی ارشادات و پتعید باند قرآن نازلیگی و کیف تکفرون. بورا دلتا خودی کافر شوی نو او کفر تا تیار نشو، جنگ تا تیار شو.
او کله چې جنگ ته تیار شو قران دی جنگ نه د مسلمانانو په منځ کې دی جنگ نه په کفر باندې تعبیر وو څنګه تاسو کافران کیږئ یعنی یو بل سره جنگ کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې ژوند دی و الله تعالی آیتونه د قران آیتونه په تاسو باندې نازلېږي او تاسو یو بل سره د منافقینو په حرکت او په تحریک باندې تاسو دغه کوي جنگ کوي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كسي كي بديني خداوان چنگ ميزنن بدون شك براه راس هدايا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چنگ بزنين با رسواني فروردگار وديني خداوان ودر ما بينتان بتفرقة باختلاف ونفاق هرگز را نبهي رسای نهایت عزیز این در زمان پیغمبری بزرگوار با وجود قرآن نازل میشه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در مابین مسلمان ها تشکیل داره ببینیم که به یک کلمه منافقانه محرکانه منافقین چقدر راه پیدا میکنن که در مابین مسلمان ها اختلاف دارد انجاز این همه دستاورد زبان یا نتایج و آثار زبان منعن زبان کارخانه تولید شر به عبارت مختصر تر و زبان کارخانه تولید خیر ایده اختیاری توست تو مجبور نیست بلی در جایی که مجبور می شوی کسی تفنگ یا تفنگچه را گرو بالای سری تو استاد می شود میگه کلمه کفر بگو وگرنه ما تو را از بین میبرم و یقین کامل داره که او تو را از بین میبره اینجا حکم رخصت متوجه تو میشود اسلام برات اجازه داده که قلب در صورتی که مطمئن به ایمان باشد تو میتونی که کلمه کفر استعمال بکنی تا خدا نجات داده چنانچه که در حدیث شریف میخوام حمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه را کفار دست گرد لتو خوب کردن تهدید به مرگ کردن که به ضد اسلام بگو بالاخره مجبور شد وقتی که خدا نجات داد و به خدمت پیغمبری بزرگوار آمد صلی الله علیه وسلم او بریش مبارکش اشکایش جاری بود رسول الله صلی الله علیه وسلم با بسیار شفقت اشکهایش خشک میکرد و میگفت چی گفت خیر باشد میگفت یا رسول الله این چنین کاری مرتکب شدم بنابر تهدیدی که متوجه نبود و حیات ما در خطر بود گفت کیف وجدت قلبك دلت چطور بود وجدته مطمئنا بالایمان قلبم مطمئن بود از ایمان سرشار بود ولی الفاظی که گفتم بدون اراده و اختیار بود پیغمبر بزرگوار علیه الصلاه و السلام با اطمینان کامل برش میفرمایند فان عادوا عد اگر همچنین کاری دوباره صورت بگیره و مجبورت بسازن تو همچنین کاری را بکن و خدا نجات بده آیت نازل میشه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان مگر کسی که مجبور کرده میشود با الفاظ نادرست با الفاظی که شریعت اجازه نمیده در صورتی مجبور کرده میشود با گفتن آن میتاند که بگوید در صورتی که قلبش با ایمان مطمئن می باشد و قلب سرشار از ایمان می باشد دوست عزیز اینجا است که این زبان و این کارخانه در اختیار توست تو در روز قیامت گفته نمی تانی که صاحب من دروغ گفتم مجبور شدم کسی مجبور نکردم در مابین دو مسلمان اختلاف انداختی بدترین انسان نمام سخنچی از این مجلس سخنی برادر مسلمان خدا انتقال دادی با اونجا تو خبر داری؟ چی گفت؟ فلانی ده چقدر زیاد دوست داری؟ گفازد گفازد کی؟ ولا این مصب که بر بیشن که؟ آلی آلی سب تا خود جیبی هر تین چه دیر؟ چی عکس العملی نشان میدی؟ از نظر اسلام فورا تفنگچه خدا گرفته حرکت میکنی؟ نه خیر خداوند جل ذکره در آیه مبارکه سوره شورا می فمن عفا و اصلح فاجره علی الله کسی که در گذر می شود اصلاح می کند با برادر مسلمان خود خداوند به او پاداش می کند الله تعالی تضمین کرد از پاداش بزرگ بود غیظ و غضب خود کس رو می برد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
جمله کسانی که خداوند جل ذکره درجات بلندی در جنت برشان داده، کسانی که بالای غضب خود مسلط هستند و از مردم درگذر می شود. اینجاست که عفو در گذری تو باعثی از این شد که برادر مسلمان است، تو با خود دوز قرار داری و ای انسانی نادرستی پست و انسانی خسیستی که می خواست که تو را با او دشمن بسه برای عبد ایر رسوا ساختی تو. و همچنین هیچ هفته نیست که از طلاق ثلاثه صحبت نشد. اکثرا وقتی پرسان میکنی گپ چیست، میگه والا با ما گفته شده بود که امی خانم تو انسان خوب نیست. خود چی کردی؟ والا شد بده مانو سه طلاق شدم بعد این چی شد؟ پس آن معلوم شد که بسیار انسان خوب بود، سه با ما دروغ گفتن. او خدا تو را توفیق بود. کجا شد فرمان خداوند؟ این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یک فاسقی که وقتی که میاید به تو یک سخنی را انتقال میدهد، فورا تو تصمیم نگیر، تحقیق بکن، تحقیق کن، قرآن تقبل وای ترسو پوری چی دست مونه ششید عدم تحقیق پا وجه لاز پورتا که دشمنید. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيو قوم بان حمله وش، فيو انسان بان حمله وش، او تصميم بنتيجك يو انسان خبل اخذ طلاق، تصميم بنتيجك يخبل مسلمان رور باندي مطلب دادي شي حمله وك يا بد رد واي شي دشمني را فورتش او پسان او داغين ورستا بيا معلوم شو شي دا خبره شي كوم نشر شوي وا دا غلط دا نبيا. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. پشیمان شد واقعاً نن سبا چی متاسفانه چی گورو خصوصاً پا دغا اسلامی طولنه مون ده اسلام ده ارشادات نارونو وزه چی ده خبرو دیر ندیو یو عجبه ده زمون پا اختیار کده گورو چی ده بند ده او پا دی بند دروازه ده هلو کنه از استخان دروازه بالای ده پرده ده غوخونه پرده لذا پیغمبر علیه السلام فرمائی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. سوک چی پا اللہ باند او دا قیامت کو رز باند چی دا غا ایمان یا با جبا پا خیر کارونو کی استعمال کی یا با سکوت اختیار کی یا با سکوت اختیار کی سکوت کی خیر ہے سکوت حکم زای کی ستا سکوت ستا دا گچی دو پارا دی یو خدا دی چی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشادات پر نیتا عملو او بلا خبر دارا دا سکوت پا وجه دا محلکه و دا عذاب و دا بدبختینا او دا فتنین دیزان بچه دا سکوت پا برکت دستای نهایت عزیز بی نهایت بی احتیاطی زبان متاسفانه پایمالی فتح زبان ما شما امروز میبینید از طریق رسانه ها با چه شکل زبان استعمال میشود. هیچ فکری نیست که آنچه گفته میشود در اینجا وقتی که در کامره تلویزیون در ویدیو ثبت میشود پیش پروردگار او ثبت است. در هر حرفی از او ما مؤاخذه میشیم. مثل اوقات ساختن دروغ به خاطر خنداندن مردم پیغمبر بزرگوار علیه السلام به عباره وعیدی داره که یک انسان دروغی را میزاده تا اینکه مردم را بخندانه. وقتی مردم را ضایع بکنه از ذکر خدا، از اصلاح بین الناس، از حفاظت اوقات، از کار و بار، از برنامه زندگی در یک کشوری که اصلا تا هنوز در قرن 21 ما اگر محاسبه بکنیم زندگی خود، زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه چیزی خود، ما تقریبا 100 سال عقب میمانیم. ولی مردم به کدام را روان است؟ آیا ما دیگه برنامه ای نداریم؟ چیزهایی که در نتیجه چند لحظه خنده است ولی صدها گریه را به بار میارد. اینجا سوسی عزیز که باید در روشنی ارشاداتی قرآن و سنت بین خود اصلاح میکنه، زبان خود کنترل میکنه.
و خبری که به ما و شما میرسه تحقیق میکنیم در باره از تصمیم نمیگیریم تا خانه خود خراب نکنیم، تا رابطه خود به همسایه خود خراب نکنیم، تا رابطه خود به برادر مسلمان خود خراب نکنیم، تا رابطه خود به شریک کار خود خراب نکنیم. و متاسفانه امروز به جای ازیکی و خاطر تقریب مسلمان ها کار شود. حتی ببینید دروغ مصلحت آمیز مباح است. عجیب، در حالی که دروغ خپل گناه ده، لیکن چی کل ده دروغ ده مصلحت ده فاروی. اگه مصلحت چه شده ده دو مسلمانان و پمینز که روغی جوری او تو پویی چی ده دوار و پمینز که دشمنی ده استاد دروغ پا وجه اگه دشمنی ختم شد پدی که الله تعالی تعالی اجر درکی او نون سباخ و قضیه برعکس قلبه برعکس کله چې ګوري چې دوه مسلمانانو په منځ کې محبت او مینه ده کوشش کوي چې ولا بیا دوار جوړ شو رنج میبره چې چرا ایشان یا خو در مابینشون چقدر دوستی و رفاقت است پیش آمد خود برخورد خوب یا در مابین دو کشور در مابین دو قریه در مابین دو ولایت در مابین دو فامیل در مابین زن و شوهر قابل تحمل نیست در شرایط کنونی که محبت باشد فضای مصلحت آم مسالمت آمیز وجود داشته باشد. کوشش میکنه که او را برهم بزنه. بزرگترین گناه ایست که به واسطه یک حرف نادرستی تو محبت به نفرت مبدل شود. محبت به نفرت مبدل شود، اخوت به دشمنی مبدل شود. دوست عزیز الله جل ذکره می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده از خدا بترسید، چرا که انسان خدا ترس زبانش در کنترلش است. انسانی که از خداوند نمی ترسد زبانش در کنترلش نیست. کسی که از خدا می ترسد یقین دارد، باور دارد که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر لفظی که از زبان ما بیرون می شود دو فرشته است، یکی مراقبت میکنند و یکی دیگر مینویسند. هیچ حرفی را که ما تلفظ و تکلم میکنم به هوا بیهوده نمیرد، نوشته میشه و ثبت میشه. اینجا که خداوند به همچنین انسانایی که این عقیده را دارند و به قرآن خداوند باور دارند کلماتی ناشایسته نمیگن، میفرم اتقوا الله، از پروردگار خود بترسید، از عذاب خداوند بود. و قولوا قولا سدیدا، در گفتگوی خود الفاظ سالم انتخاب بکن. الفاظ سالم چی؟ الفاظی که دلشین باشد، الفاظی که شنونده داشته باشد، الفاظی که از بیراه براه درست مردم را سوق بدهد، الفاظی که از نفاق و شقاق مردم را به طرف صلح و اصلاح سوق بدهد، الفاظی که نفرت ها را به محبت مبدل بسازد، الفاظی که جامعه اسلامی را با یک دیگر پیوند بدهد، الفاظی که اختلاف فامیلی را به اتفاق فامیلی مبدل بسازد. انجاز و قول و قولا سریع. از پروردگار خود ما انتظار داریم که همچنین الفاظی را اگر در زندگی انتخاب بکنیم کدام پاداشتی دارد و یا خیر. می فرماید یصلح لکم اعمالکم. دوستی عزیزی بسیار مهم است، ای فرمان الله هست، همچنین قول و همچنین حرف باعث اصلاح اعمال انسان می شود. چی معنی؟ وقتی زبان اصلاح می شود تمام اعضای انسان اصلاح می شود، چشم اصلاح می شود، دست اصلاح می شود، پای اصلاح می شود، قلب اصلاح می شود. یصلح لکم اعمالکم. خب گناهان زیادی را قبلا انجام دادید. خداوند وقتی که قول سالم و سدید انتخاب میکنیم در گفتگوی خود، از الفاظهای نادرست توبه میکشیم به درگاه تو، اعمالمان که درست میشه او گناه ها چطور شود در ارتباط گناه های گذشته. خداوند میفرمد و یغفر لکم ذنوبکم،
الله جل ذكره ببركه قول السديد وسالم گفتگوی درست الفاظ مشروع الفاظ مطلوب الفاظ سازنده و انسان ساز دلنشین باعث عجیب میشود که الله جل ذکره گناه های انسان را میبخشد. داد الله تعالی لوی وعده الله تعالی سچی وی فاغه که دروغ نشته، الله تعالی پر وعدو که دروغ نشته و مخالفت نشته. داد الله فرمان چه کلا مونگا خپل گفتگو اصلاح گفتگو متاسفانه امروز ما شما میبینیم ناکامی در تمام پروسه های زندگی، حتی ناکامی در قضایه سال، خلل در گفتگوز. زبان ارتباط دارد به قلب، قلب پاک باشه زبان پاک می شود، زبان اصلاح شود قلب پاک می شود، اعمال انسان درست می شود. اگر تنها و تنها یک مظهری را تشکیل می دیم یا یک منظری را تشکیل می دیم و نام ازورا صلح و میمانی و فکری می مشکل است. هر قول سدید تأثیر دارد. صلح برابر است که ما بین زن و شوهر باشد. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. هیچ مجلسی دو خیر برکت وجود ندارد مگر مجالسی که دو امر باشد با کمک به فقرا یا با کارهای نیک یا اصلاح در ما بین مردم. خداوند در همچنین مجالسی خیر و برکت میانداز و این همه برمیگردد به زبان، زبانی که قرآن او را توصیف میکند که الفاظ سلیم تراشیده از او بیرون میشد. کمال در این نیست دوستی عزیز که تو به یک دو دشنام خود صدها انسان قلبش مجبوب سازی، در این کمال نیست و افتخارم میکنی ولا لمی پیش روی مردم داخل زدن واه 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 جهان قطر کرد جرعت ببین در پیش روی مردم چه یا عزت و لا افت شریزن نخیر. پیغمبر بزرگوار علیه السلام در خطبه حجت الوداع می فرماید که خونتان مالتان آبروی عزتتان به یک دیگر حرام است. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. حضرت ابو موسى اشعری میگه به پیغمبر پرسیدن که بهترین مسلمان ها را به ما معرفی کنید. فرمود پیغمبر بزرگوار در جواب فرمودند من سلم المسلمون من لسانه و یده. بهترین مسلمان ها کسی است که از زبان از او مردم در امان بمانند و از دست از او، یعنی ظالم نباشد و زبان درشت نداشته باشد. و یک جمله صفات معظم و معزز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امین بود که زبان زیبایی داشتم، زبان زیبایی داشتم که قرآن میگه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این مخلوقی که به دور تو جمع شده است، مردمی که همه پروانوار به تو عاشق هستند، صحابه کرام و این مردمی و ملتی که اصلا به فرهنگ آشنا نبودند، به جز قساوت خشونت دیگه چیزی رو نمیفهمیدند، امروز 150% فرق کردند که امروز همه شفقت و مهربانی و آداب و احترام. این علت اساسی چیست؟ ببین نرمش قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم و زیبایی زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستی عزیز میتونه که با یک حرف دنیا و آخرت کمایی کنی، میتونه که با یک حرف دنیا و آخرت از دست بدی. قضاوت پیشی توست، یک 100 سال 50 سال یک عمر انسان در کفر و شرک بسر برده، در کفر و شرک، در جنایت، در بدبختی. وقتی که میشینه با آزانوی ادب وضو میکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول، یک دقرم در بر نگرفت.
بصدق دل که پروردگار گواهی میده، غیر از الله بر حق معبودی بر حق وجود ندارد. گواهی میده هم که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله. همین کلمه باعث محو نابودی و از بین رفتن تمام کفر و شرک و بدبختی شد. ولی برعکس، وقتی که یک انسان تمام عمر به عبادت خداوند کرده و زهد و تقوا و پرهیزگاری، وقتی که از زبان از او کلمه کفر سر می زند، همه چیز از دست می دهد. کلمه شرک سر می زند، همه چیز از دست می دهد. همین جاست دوست عزیز که یک کسی $1,000,000 برای یک فقیر داد، $1,000,000، و برش گفت و فقیر گفت هیچ سیر نمیشه، سال گذشتم برات کمک کردم بازم آمد، هیچ الا دادنی نیست، ماندنی والا نیست. $1,000,000 برش داد. مرتکبی بزرگترین گناه شد، اذیت کرد انسان را. ایدالر نمیتونه که اذیت محو کنه هرگیز. ولی یک کسی دیگر فقیری آمد پیش روش ایستاد، پول نداشت، دست به جیبای زد پول نداره، گفت که دوستی عزیز بسیار ببخشیم که پول خورد ندارم، پول خورد ندارم. خداوند رب العزت این فقر از تو دور بکنه، زندگی تو خداوند خوب بکنه. اینجا است که گویا $1,000,000 به نام خدا خیرات داده باشه. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها عدل. الفاظ درست و دعای مغفرت بخشش برای فقیر به مراتب بهتر از اون صدقه و از اون میلیون ها و میلیارد ها پولی که یتبعها عدل در عقیده از اون اذیت زبان می باشد. ببین دوست عزیز، چقدر اسلام آسان است و چقدر راهی رفتن به جنت آسان است، ولی متاسفانه همه چیز از دست داده. زبان پیغمبر بزرگوار علیه الصلاة والسلام کسی آمد که یا رسول الله علیه الصلاة والسلام مرا نصیحت کن. وقتی که درسشان گفت دیگر درس، گفت دیگر درس میخوام. کف علیک لسانک، زبانت کنترل، زبان خدا به طرف زبان مبارکشان، دست مبارکشان اشاره کردن بهش، کف علیک لسانک، زبانت کنترل کن، زبان در کنترل است، کف علیک لسان. حتی روایت آمده است که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بس اوقات زبان خدا می کشیدند از دانشان و به غنچه در زبانشان می زدند که تو باعث همه بدبختی ها هستی، در حالی که او صدیقی اکبر، او کسی که به مجرد که کلمه اسلام برش پیغمبر علیه السلام عرض میکنه، میگه لا اله الا الله انک رسول الله، در این شک و تردیدی نیست، ایمان آوردن به واحد الله شریک، غیر از او معبودی بر حق نیست و تو فرستاده خداوند. در شب معراج وقتی که بر میگردن مشرکین مکه کلان دراما میسازن علیه پیغمبر، میرن پیش ابو بکر صدیق، اوه خبرداری چی گپ است، خبرداری ابو بکر رفیق، چیزا میگه که عقل انسانی قبول نمیکنه، با یک دیگر میگن و میخندن و مسخره بازی میکنن. گفت چی گفت؟ گفت که من در یک چشم زدن کائنات تایی کردم، وزیر عرش معلا رفت، جنت مشاهده کردم، دوزخ مشاهده کردم، در بیت المقدس انبیا را امامت کردم. ابو بکر صدیق چی میگه؟ میگه هر آنچه که گفته است من ایمان آوردم. او صدیق است، هرگز از زبان از او دروغ نمی براید، او پیغمبری فرستاده خداست، ای کمتر است از آنچه که گفته است. خداوند قدرت دارد که در یک چشم زدن پیغمبری خود در تمام جهان و کائنات بگرداند، بر دوباره به بستر خوابش برگرداند. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این صدیق اکبر که وقت اینجا که قرآن نازل میشد، والذی جاء بالصدق وصدق به، کسی که با صدق آمد
وحی الهی به او آمد، پیام الهی را آورد و صدق به و او را تصدیق کرد که مصداق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه است و این لقب و این جایزه را همان لحظه گرفت که در برابر مشرکین مکه همچنین موقع نشان داد. خداوند لقب از او را صدیق، او زبان خود لت و کب می کند. ما خود دوستی عزیز، جوانای عزیز، این زبان است که ما را در مهلکه و هلاکتی همیشگی می اندازد و این زبان است که در دنیا و آخرت باعث سعادت من می شود. کدام را به انتخاب می کند؟ و پروردگار خود در این لحظه پربرکت و روزی پرفیض و روزی قبولی دعا دستهای خود با تواضع با نیازمندی که ما نیازمند هستیم، ما محتاج هستیم و او غنی و او قادر مطلق است، ما فقیر است و او معطی دهنده است، دستهای خدا بلند میکنیم که پروردگارا تا این لحظه اگر زبان ما لغزید برای نادرست رفت، از این به بعد رب العزت به ما کمک کن و توفیق بده تا اینکه زبان ما در کنترل ما باشد و زبان ما به حق استعمال بکنیم و زبان ما به ناحق استعمال نشود. رب العالمین ما را حفاظت بکن، چشم ما را حفاظت بکن، قلب ما را حفاظت بکن، زبان ما را حفاظت بکن، دست و پای ما را حفاظت بکن، عزت و کرامت ما را حفاظت بکن، دین ما را حفاظت بکن، فامیل ما را حفاظت بکن، جوانای ما را حفاظت بکن، اولاد ما را حفاظت بکن، پروردگارا امت ما را حفاظت بکن، سرزمین ما را حفاظت بکن، آنچه که داده پروردگارا حفاظت بکن، گمراهی ما را دور بکن، براه درست ما را سوق بده. رب العالمین کسانی که در راه حق و خاطر سربلندی دین تو مبارزه میکنن کامیاب کن. الهی دشمنان اسلام را سرنگون بساز، منافقین را هدایت بکن تا اینکه اصلاح شوند. اگر مستحق اصلاح نیستند پروردگارا شر و نفاق و ایجاد تفرقهشان امت اسلامی را حفاظت بکن. رب العالمین تو از ما راضی باش، تمام مریض ها را شفای کامله و عاجله نصیب بکن. یکی از همشیرها نهایت از برادرای خود خواست که به او دعا بکنیم که مریض است و خداوند به او شفای کامله و عاجله نصیب بکند. و تمام اطفال مریض، برادران و خواهران مریض، خداوند شفا بده پروردگاری بزرگ. الهی رب العالمین سرزمینی عقب مانده و بیچاره ما را، ملتی مظلوم بیچاره ما را از این امتحان پروردگارا خود نجات بده، کامیاب و سربلند. رب العالمین از این بیشتر ما را به دیگران محتاج نساز. رب العالمین تو خود دروازه تا بروی ما باز کن، تمام دروازه اغیار را بروی ما بسته بکن. رب العالمین آنچه که از ما سر زده است از گناه و خطا، رب العالمین تو غفارتی، تو ما را ببخش. الهی ما را ببخش. از اینجا تمام برادران و خواهرانی که می براین، رب العالمین بلطف و کرمت با کرمت و با کرم نوازی بخشیده و مغفور و مرحوم بر بگردان بخانه هایشان. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.